فیلم سینمایی بابا شمل که تو سال 1350 ساخته شده از این قراره که بابا شمل به دختری علاقه مند میشه که رفیقش لوتی هیدر سالهاست به اون علاقه داره. لوتی هیدر برای اینکه مانع ازدواج اونا نباشه تصمیم میگیره محله رو ترک کنه، اما بابا شمل هم با وجود ازدواج با شوکت تصمیم به ترک محل میگیره. شوکت با صحبت با هیدر قصد داره اون رو منصرف کنه. بخشایی از فیلم بابا شمل رو با هم تماشا میکنیم. ربابی، ربابی، کی هستی؟ غلامه، میخوامه، لبان گوجه فرنگی، مثل شهر فرنگی، چقدر خوب و قشنگی، ربابی رنگ فرنگی، عزیزم، چه حرفا؟ عروسم، چه چیزا؟ مالوسم، خدایا، میخوای خامم کنی تو؟ میخوای رامم کنی تو؟ الهی خیر نبینی، الهی خیر نبینی، نگاه کن، ده عیبه، صفا کن، حیا کن، ربابی، دلم تو ماهی تابه، مثل ماهی کبابه، لبا تنگ شرابه، حالم خیلی خرابه، خاک عالم، چه پرو، فدات شن، سیه مون، زرنگی، قشنگی، میخوای نرمم کنی وای، تو سرگرمم کنی وای، الهی خیر نبینی، الهی خیر نبینی، ربابی آب نباتی، مثل توت تراتی، برو فکلی تو لاتی، مال شهر یا دهاتی، خدا مرگت بده، مال ولایت، ولایت آخ سر جونم فدایت، فدای اون بهت شم، مربای بهت شم، برو ای مرد هرزه، لبام داره میلرزه، لبات شکر پنیره، داره قلبم میگیره، بیا چادر رو با کن، هوا بخور صفا کن، هوا نم داره اینجا، تو رو کن داره اینجا، میخوای مومو ببینی، میخوای رومو ببینی، الهی خیر نبینی، الهی خیر نبینی، ربابه، ربابه درد بی درمون چی میخوای؟ نمیتونم بگم، ای بای، ای بای، دیگه دست خودم نیست، چرا همچین میشم من؟ یه وقت مردم نبینن، بشینن ریک بچینن، بلش کن حرف مردم و ربابه، لبام خشکه، لبات تنگ شرابه، به مرد تشنه آب دادن ثوابه، بخواب آب، نکنم چی؟ پیمایی نروی فر نروی فر دفایسو خدایا تروچ کلوچ سفیدی برگ بیدی بلایی تلایی یواشتر بلوری چه داغی تنوری دارم قش میکنم من نخواهش نکنم من کیا فیلم سینمایی رضا هفت‌خط که تو سال 1351 ساخته شده راجب رضا هفت‌خطه که وانمود میکنه توی تجارت تبحر داره. اون با اقدس آشنا میشه و به اون قول ازدواج میده. رضا به زندان میره و بعد از آزادی اقدس رو از خودش میرونه. اقدس بدون اینکه رضا بدونه سعی میکنه بهش کمک کنه که کاسبی مناسبی راه بندازه و طی سلسله اتفاقایی در نهایت این دو نفر با هم ازدواج میکنن. بخشایی از فیلم رضا هفت‌خط رو با هم تماشا میکنیم. خیلی خوب، حالا یواشکی میره پی کار که کسی نبینتت، فهمیدی؟ آخه کجا برم؟ برو گورستون. آخ رفتم جا نبود. برو جهنم، هر جو که دلت میخواد برو، فقط دست از سر من بردار. تو برو دیگه. نمیخوام. برو خونتون. خونمون. کیه؟ منم رضا. سلام آقا رضا. سلام علیکم رقیه خانم. حاجه ها تشریف ندارن؟ نه خیر، هنوز تشریف نیاوردن. اقدس خانم آقا رضا تشریف آوردن. دم در بدی، بفرمایید تو. آقا رضا بفرمایید تو. یا الله بفرمایید. سلام، بفرمایید تو. سلام، مشکلم شده نکن، بعدی کلفتی من میبینی به حاج آقا جورتش نداره.
میدونی چند وقت نیومدی خونه ای ما؟ چی کار کنم دیگه؟ این کارهای تجارتی لامصب نمیزه، وگرنه من دلم میخواد هر روز بیام خونه ای شما. هرچی نمیتونم زن دل بکنم. جون من راست میگی. جونت راست. بفرمین تو دیگه. نه طرفی که بر نکن. راستی یه چیزی میخواستم بهت بگم. حاج آقا میگفت بی خودی به پای تو نشستم، تو دیگه نمیایی، اما من دلم گواهی میداد که تو حتما برمیگردی. حاج آقا از این حرفا زیاد میزنه، اینم حکایت مهری و عروسی گرفتن تو باشگاه. رضا جون واسه تو که این پولا چیزی نیست، اگه نداشتی باز یه چیزی. خودت میدونی که من مهره این خرج و پولا نیستم، اما آدم لجش میگیره که چی بدم مردم بخورن، آخرش هم بگم برنج شور بود. آقا تم انگار میخواد معامله بکنه. بفرم قربون دست شما را بیخرم. قابلی نده. رقیه بودو برو در آواز. چشم. ممکنه حاج خان باشه. ممکنه. عبدست عبدست کجا؟ جاهل و رقاصه داستان پدری به نام پهلوان صادقه که پیش از مرگش از آقا مرتضی بابازی بهمن مفید میخواد که مراقب دختر شیرین باشه. آقا مرتضی که گرفتار کسب و کار و رسیدگی به همسر و دخترش مریمه، از شاگردش نعمت میخواد که چند روزی رفت آمدهای شیرین رو زیر نظر بگیره، اما شیرین که متوجه این اتفاق میشه سعی داره چیزایی رو پنهان کنه. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. زحمت به غریبه ها، تا حالا بیشتر قوم خیش های من عروس دوماد و پاگوشا کردن. اموام، امپام، دایی جونم، اما یکی از فامیلای تو هنوز عروس دوماد رو به یه چای تلخ دعوت نکردن. به اینا میشه گفت فامیل؟ اونم با این چش روشنی اووردنشون. خواهر عزیزت که دیگه زود پز اوورده، اونم متوسطه، ولی همین فردا داداش حشمت الله خانم پاگوشاشون کرده، ماهارم دعوت کرده. اون وقت اون خیشای تو آبرون رو بردن. اصلا میدونی دیگه حق نداری اسم هیچ کدومشونو بیاری، فهمیدی؟ با تو هم حواست کجا؟ چیه؟ مگه حرف میزدی؟ صرف نداره گوش بدی، راجب قوم خیشاتی باید ترکشون کنی. باشه بابا جان ترکشون میکنم، اما برای چی؟ برای چی؟ نه بابا ترکشون میکنم، گروه پدر همشون هم کرده، ترکشون میکنم. الو خودتی بوز بوزی خندی من، دلم برات خیلی، میخوام همین الان بیای پیش من. باشه. چی فرمودین؟ همین الان؟ الان جونی، فهمیدی؟ همین الان. انگاری شما ساعت دستتون نیست، الان 12 شبه. خب سفته ها باشه، فردا صبح امضا میکنم. من الان امضا میخوام، فهمیدی؟ الان. خیلی خوب، اگه اینقدر مهم همین الان. چی داری میگی مرد؟ هیز حاج از قراقاس. خوب نیست سفته هاش امضا نکنم، فردا چکش بر میکرده. که چشم حاج آقا تا نیم ساعت دیگه خودم رو میرسونم. نه قربونه برم، تشکر لازم نیست، پس رفاقت برای چی خوبه؟ شما یه وقتی مرو مرو امضا میفرمایی. بله بله اومدم. فیلم سینمایی داشاکل به کارگردانی مسعود کیمیایی محصول سال 1350. ماجرای قهرمانی ها و مردونگی داشاکل رو همه ی مردم شیراز میدونن. یه حاجی شیرازی که زمانی با داشاکل همسفر بوده قبل از مرگش وصیت میکنه که اون به کارهای زندگی و املاکش رسیدگی کنه، اما داشاکل در برخورد با خانواده حاجی ناخواسته به دختر حاجی دل میبنده. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. امشب از چاشتقا ببندم شنفتی که به کاسبا و نمازخونا و زنا و بچه ها کاری ندارم، را واسه همه وازم الا نامرده. ای جان تریه لوتی نمایی رو نمیذارم از دستم سالم در. حربای شکمش اونایی که قبی میان اگه لوتی هن امشب میان سر چارسو، فقط دانم میخواد جورت کنن از طرف راستم برن طرف چپم. بس این که مردت خونه نبوده که زدی بیرون. ها
امروز بازک نکرده حرف میزنی. خجالت بکش بست مرد گرگی کلوش بره و تیغه سلات آشورا اگه این دفعه از دست در رفت با همین قمه از وسط نصفت میکنم. یلا جلو پلاس رو جمع کنین و بزنین به جای. چه کار دارم؟ توی فیلم رضا موتوری، رضا که خودشو به دیوونگی زده برای دستبرد زدن به یک کارخونه از تیمارستان فرار میکنه. از طرف دیگه فرخ یه جوون نویسنده است که شباهت زیادی به رضا داره و به خاطر تحقیق در مورد زندگی دیوانه ها به تیمارستان میاد و جاش با رضا عوض میشه. فیلم رضا موتوری محصول سال 1349. بخشای از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. پول خورداره اشکر، این پول خورداره تو دونه خونه به درد هم میخوره. آره حتمانم به درد هم میخوره. درم اتوره بده روشنش کن. آدره؟ آره. های کامره دوباره میگیم باره بنا باره بنا باره بنا ببینم من چیکارش بکنم. این دفعه دیگه من خودم پولا رو قایم میکنم. تو برو کارا رو جفت جفت کن تا من برگردم. تو نمیری میدونم تو به من کلک نمیزنی. بیا قلا بگی تو من دیپار برم بالا. با تو هم خاموشش به سر صدش مرد. بیا دیگه. یالا. پات بزنی. یا. رد جا خوب دید بد. شلوغ نکن شلوغ نکن. کلام 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 بگی برو کی میای موتور جان دم دمای تو